سرخط مهمترین ها. جواز عمومی امریکا برای افغانستان. وزارت خزانه داری امریکا در تازه ترین اقدام یک مجوز عمومی را برای تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و بازرگانی در افغانستان صادر کرده. خرسندی دانشجویان برای باز شدن دانشگاه ها. دانشگاه های دولتی در مناطق سردسیر کشور پس از چندین ماه امروز برای نخستین بار با حضور زنان بازگشایی شد. بیجینگ میزبان نشست در مورد افغانستان. وزارت خارجه پاکستان میگوید بیجینگ در مورد افغانستان نشست برگزار میکند. و سومین روز حمله روسیه به اوکراین. سلام و وقت بر شما بخیر. به مهمترین ها از یک با من ادریس فاروقی خوش آمدید. وزارت خزانه‌داری امریکا در تازه ترین اقدام یک مجوز عمومی را برای تسهیل و گسترش فعالیت های اقتصادی و بازرگانی در افغانستان صادر کرده. بر بنیاد اعلامیه‌ای که از سوی وزارت خارجه امریکا منتشر شده، وزارت خزانه‌داری گفته که بر اساس مجوز جدید، نهادهای مالی، نهادهای غیر دولتی، نهادهای جهانی و شرکت‌های بخش خصوصی می توانند در معاملات و فعالیت‌های گسترده تجاری شرکت کنند. وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته که شرکت‌ها و نهادها حتی می توانند با اداره‌های دولتی امارت اسلامی نیز معاملات انجام بدهند. اما افزوده که تحریم‌ها بر امارت اسلامی همچنان پابرجاست. سهیلا یوسفی گزارش می‌دهد. صدور مجوز جدید برای رفع تحریم ها و تسهیل فعالیت های اقتصادی و بانکداری در افغانستان. این مجوز در یک اقدام تازه سوی وزارت خزانه داری ایالات متحده در حال صادر شده که افغانستان با یک بحران جدی انسانی مواجه است. بر اساس این مجوز جدید، نهادهای مالی، نهادهای غیر دولتی، نهادهای جهانی و شرکت‌های بخش خصوصی می توانند در معاملات و فعالیت های گسترده تجاری شرکت کنند. در این اعلامیه اما گفته شده که این شرکت‌ها و نهادها باید از تحریم‌های وضع شده از سوی ایالات متحده پیروی کنند. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده گفته که جواز صادر شده از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا به فعالیت‌های وسیع تجاری سهولت‌های را فراهم می‌کند که مفاد آن به مردم افغانستان می‌رسد. اگر واضح بگویم تحریم‌ها علیه طالبان ادامه خواهد یافت. جواز صادر شده امروزی سهولت‌ها را برای فعالیت‌های آن دسته از شرکت‌های خصوصی و نهادها فراهم می‌کند که با اداره‌های دولتی افغانستان کار می‌کنند و آن دسته از اداره‌های دولتی هم در آن شامل است که سران آن شامل فهرست تحریم‌های ایالات متحده هستند. مجوز صدور آزاد شدن پول‌های منجمد شده و پول‌های کمک‌های بشر دوستانه سبب افزایش چرخش اقتصادی، افزایش اشتغالزایی، کاهش بیکاری و افزایش قدرت خرید در داخل افغانستان خواهد شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته که شرکت‌ها و نهادها حتی می‌توانند با اداره‌های دولتی امارت اسلامی نیز معاملات انجام بدهند. اما افزوده که تحریم ها بر امارت اسلامی همچنان پابرجاست. ایالات متحده برای تداوم کمک های بشری به افغانستان و فراهم کردن سهولت برای فعالیت های تجاری و مالی به گونه دوامدار اقدام های لازم را انجام می دهد. اقدام امروزی ما در روشنی این حقیقت صورت می گیرد که با توجه به بحران جاری اقتصادی به نگرانی های رسیدگی کنیم که تحریم ها در برابر فعالیت های تجاری و مالی در آن کشور ایجاد می کند. و در عین زمان مانعی دستیافتن طالبان، شبکه حقانی و عناصر نامطلوب دیگر به منابع مالی شویم. افغانستان بانک از وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا برای صدور جواز در قبال تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، تجارت و مراودات مالی به افغانستان قدردانی و استقبال می‌نماید. این مجوز فعالیت‌های تجارتی گسترده‌تر را در کشور تسهیل می‌کند تا افغانستان بتواند با تمام کشورهای جهان مبادلات تجارتی داشته باشد.
در همین حال این مجوز فعالیت شرکت‌های خصوصی و سازمان‌های کمک‌رسانی را تسهیل می‌بخشد که با نهادهای حکومتی به شمول نهادهای زیر رهبری افراد تحریم شده کار می‌کنند. این فعالیت‌ها شامل پرداخت مالیات، محصول گمرکی و دیگر پرداخت‌های عادی می‌شود. رفع محدودیت بالای سیستم تجارتی، اقتصادی، ترانزیتی و بانکی افغانستان بدون شک می‌تواند که به گونه‌ای نسبی مسئله بحران بشری را در افغانستان کاهش بده، ولی در کل برای شکل گرفتن زیربناهای افغانستان این مسئله کمک کننده نیست و ما نیاز داریم برای مدیریت درازمدت فقر و بحران بشری در افغانستان بالاخره باید زیربناهای افغانستان را شکل بدیم. وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته که برای بازسازی افغانستان در کنار مردم این کشور خواهد بود. این در حال است که پیش از این نیز این وزارت چندین مجوز دیگر را برای تسهیل ارسال کمک‌های بشری به افغانستان صادر کرده است. دانشگاه‌های دولتی در مناطق سردسیر کشور پس از چندین ماه امروز برای نخستین بار با حضور زنان بازگشایی شد. بر اساس طرحی که به تازگی از سوی وزارت تحصیلات عالی منظور شده، درس حضوری در دانشگاه‌های دولتی در دو تایم جداگانه و با رعایت حجاب اسلامی از سر گرفته شده. بازگشایی دانشگاه‌های دولتی با استقبال گرم شمار از استادان دانشگاه و دانشجویان نیز روبرو شده و آنان از امارت اسلامی انتظار دارند تا توجه جدی به آموزش و تحصیل داشته باشند. در این مورد گزارش از اسدالله حکیمی. پس از نزدیک به 7 ماه از بسته ماندن دانشگاه‌های دولتی، صبح امروز دروازه دانشگاه‌ها برای دانشجویان دختر و پسر باز شده است. وزارت تحصیلات عالی در طرح تازه‌ای گفته که درس‌های حضوری در دانشگاه‌های مناطق سرسر در دو تایم جداگانه اثر گرفته شده. بر بنیاد این طرح، دانشجویان دختر پیش از چاشت و دانشجویان پسر پس از چاشت با رعایت حجاب اسلامی باید در صنف‌هایشان حاضر شوند. د لوړو زده کړو وزارت اړوند ټول دولتي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې نن د حوت په ومه شروع شوې چې د لوړو زده کړو وزارت د پلان او پالیسي مطابق به یې تحصیلي بهیر مخ ته ځي. دانشجویان از بازگشایی دانشگاه ها استقبال می کنند و از امارت اسلامی می خواهند که در رشد دانش توجه جدی داشته باشند. بازگشایی دوباره پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی امید و جان دوباره به نظام تحصیلی افغانستان خواهد بخشید و ما امیدوار هستیم که امارت اسلامی افغانستان فرصت تحصیلی برابر و مساوی را برای تمام اقشار افغانستان هم از مردان و زنان فراهم سازند. بعد از مدت 7 ماه یا 7.5 ماه ما دوباره آمدیم به دانشگاه و جوانان با امید و انگیزه نسبتا نسبی آمدند که دوباره درسهایشان را درستشان را فرا بگیرند. پیش از این گزارش های نشر شده که نزدیک به 230 استاد دانشگاه تنها از 3 دانشگاه دولتی افغانستان را ترک کردند، اما شماری از استادان آن را چالش جدی نمی دانند و انتظار دارند که کادر جدید از طریق یک روند شفاف جذب تحصیلات عالی شوند. در مجموع این مشکل یک مشکل دراز مدت نخواهد بود و خیلی جدی و قابل نگرانی نیست، بلکه امکانی ای که بیتاند دوباره نیروهای جدید یا اساتید جدید با تجربه های بهتر و بیشتر جایگزین شود امکانش وجود داره. نزدیک به 1 ماه پیش دانشگاه های دولتی با حضور زنان و دختران در مناطق گرمسیر آغاز شده است. از شروع دانشگاه خیلی خرسند هستم، ولی به دلیل یک سری از قوانین که امارت اسلامی وضع کرده است، نه تنها خودم بلکه تمامی محصلین انگیزه برای رفتن به دانشگاه و حاضر شدن به دروس خود را ندارد. پس از سقوط حکومت پیشین، دانشگاه های دولتی بروی دانشجویان مسدود شد، اما دانشگاه های خصوصی در چند ماه گذشته با حفظ مقررات داده شده از سوی تحصیلات عالی به فعالیت خود ادامه دادند. وزارت معارف هم گفته که دروازه مکتب ها در آغاز سال جدید بروی تمام دانش آموزان باز خواهد شد. پیش از این در شماری از ولایت‌ها دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را نداشتند. شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌گوید که خطر داعش در افغانستان هنوز در جایش باقی است. کمیته مبارزه با هراس افغانی این سازمان در گزارش تازه این سازمان هشدار داده که
گروه داعش در افغانستان در حال توسعه است. شمار از آگاهان به این باورند که اگر امریکا و جهانیان ادعا میکنند که در افغانستان تروریسم را از بین برده، خارج شدن این گزارش نادرست است و اگر این گزارش را درست میدانند، پس جهان در امر از بین بردن تروریسم در افغانستان ناکام بوده است. بشیر احمد شیرزاد گزارش میدهد. هشدار تازه شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر توسعه گروه داعش در افغانستان. شورای امنیت سازمان ملل گفته که خطر داعش در افغانستان هنوز هم پابرجاست. مدیریت اجرایی مبارزه با هراس افغانی این سازمان در گزارش تازه این سازمان هشدار داده که گروه داعش در افغانستان در حال توسعه است. تهدید داعش همچنان ادامه دارد. این گروه و گروه های وابسته به آن به بازسازی عملیات های راهبردی خود ادامه خواهند داد. داعش غیر منسجم شده است و پشتیبانان آن به ویژه در میدان های جنگ در غرب، شرق، جنوب و مرکز افریقا ظاهر شدند و عملیات خود را گسترش دادند. داعش همچنان به دنبال بهره برداری از تحولات پسین در افغانستان است. با باور شماری از آگاهان، اگر امریکا و جهانیان ادعای از بین بردن تروریسم و رسیدن به هدفهایشان در افغانستان را دارند، این گزارش نادرست است. اما در صورت صحت بودن این گزارش، میگویند جهان در امر از بین بردن تروریسم در افغانستان ناکام بوده است. حقیقت امری است که نه گروه القاعده و نه گروه داعش چنان مؤثریت و حضور در افغانستان ندارند که باعث تشویش امنیتی حتی در داخل خاک افغانستان باشند. وجود دارند اما به صورت بسیار حاشیه‌ای و از قرار معلومات، چنانچه شما در مطبوعات بارها ذکر کردین، نیروی داعش رو به تحلیل است. شمار دیگر از آگاهان هم داعش را در افغانستان یک گروه کوچک دانسته می گویند. در صورت که استخبارات منطقه این گروه را پشتیبانی نکنند، این گروه در افغانستان نه به این کشور و نه به جهانیان تهدید است. اگر اینا واقعا سیاست دوگانه‌ای را در قبال وضعیت فعلی افغانستان نداشته باشند، چرا امارت اسلامی افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسد و چرا تحریم‌های اقتصادی را بالای کشور ما از بین نمی‌برند؟ بنان دیده می شود که جهانیان می خواهد که پروژه های و اهداف استراتژیک خود را باز هم در این کشور جنگ زده عملی نمایند. این در حال است که امارت اسلامی بارها گفته است که داعش در افغانستان جدی نبوده و این موضوع تبلیغات برای ضعیف نشان دادن امارت اسلامی است. وزارت خارجه پاکستان میگوید که سیاست اسلام آباد و مسکو در پیوند به وضعیت افغانستان یکسان است و هر دو کشور راهکار همسان را در پیش گرفتند. وزیر خارجه پاکستان گفته که روسیه و پاکستان در برابر افغانستان سیاست مشترک را در پیش گرفته و در پیوند به چگونگی رسیدگی به وضعیت سیاسی، اقتصادی و بشری در این کشور توافق نظر دارند. این مقام پاکستانی همچنان از برگزاری دو نشست مهم برای بررسی وضعیت افغانستان تا هفته‌های دیگر در بیجینگ خبر می‌دهد. توافق روسیه و پاکستان بر برداشتن گام‌های هماهنگ و مشترک در افغانستان. پس از پایان سفر دو روزه نخست وزیر پاکستان به روسیه، شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان اینجا در یک نشست خبری در برابر رسانه‌ها حضور یافته و در رابلای موضوعات دیگر به نتایج سفر عمران خان بر روسیه در پیوند به افغانستان نیز اشاره می‌کند. قریشی می‌گوید سیاست اسلام آباد و مسکو در پیوند به وضعیت افغانستان یکسان است و هر دو کشور سیاست مشترک را در پیوند به مشکلات سیاسی، اقتصادی و بشری در افغانستان دنبال می‌کنند. ما دو هدف را دنبال می‌کنیم. یکی رسیدگی به وضعیت بشری و جلوگیری از فروپاشی اقتصادی افغانستان و دومی چگونگی تعامل با دولت سرپرست. این نشست در ماه مارس در چین برگزار می‌شود. در واقع دو نشست برگزار می‌شود که میزبان هر دو چین است که در آن از پاکستان و روسیه هم دعوت شده است و در آن فرصت برای گفتگوهای بیشتر فراهم خواهد شد. کشورهای منطقه از ناحیه افغانستان نگرانی‌های امنیتی و اقتصادی خودشان را دارند. مثلا انتقال مسئله افرادگرایی به منطقه از نگرانی هاست یا هم سرازیر شدن شمار زیاد مهاجرین با توجه به وضعیت و بحران بشری در افغانستان یکی از نگرانی‌های مهم کشورهای منطقه میتونه باشه. بنابراین برگزاری نشست‌های منطقه‌ای میتونه
سودمند باشم. یکی از این نشست ها دنباله نشست همسایه های افغانستان است که اسلام آباد و تهران قبلا میزبان آن بودند و قرار است سومین نشست آن در بیجینگ پیگیری شود. با این حال وزیر خارجه پاکستان تاکید می کند که اسلام آباد هنوز روابط خوب با واشنگتن دارد و پاکستان هنوز جایگاه یک شریک راهبردی برای ایالات متحده را از دست نداده است. پاکستان تعامل خیلی بزرگ و روابط خیلی دوستانه با قدرت‌های بزرگ جهانی به شمول آمریکا دارد. ما روابط و تعلقات خیلی خوب با آمریکا داریم. آمریکا هم اکنون هم پاکستان را به عنوان یک شریک راهبردی خود در منطقه می‌بیند. ما با آمریکا روابط خوب داشته‌ایم و در آینده هم خواهیم داشت. با توجه به موقعیتی که حکومت افغانستان بر رهبری امارت اسلامی قرار دارد، هر نوع نشست به ابتکار کشورهای منطقه به ویژه نقش‌آفرینی کشورهای همسایه میتونه کمک کند دولت افغانستان و در ادامه نشست ها ما میتونیم اطمینان داشته باشیم که ممکن است حکومت افغانستان برگزار از بحران ها و چالش هایی که مواجه است یک راه حل منطقی و معقول بر خودش جستجو کنه. امارت اسلامی تا کنون نگفته که آیا از دولت جدید هم برای اشتراک در این نشست ها دعوت شده است یا نه، اما در گذشته بارها تاکید شده که امارت اسلامی از هر نشستی که به منافع افغانستان باشد استقبال می کند. گزارش از نوید صمدی بود. در ادامه شکایت های گسترده از عدم پرداخت معاشات آموزگاران در کشور، صبح امروز یک نهاد مددرسان چینی برای شمار از آموزگاران بسته های مواد غذایی توزیع کرد. مسئولان این نهاد میگویند که هدف از توزیع کمک ها حمایت از نظام معارف افغانستان است. در این حال کارشناسان معتقدند که این کمک ها برای رفع نیازمندی های آموزگاران بسنده نیست و باید در این زمینه راهکار دراز مدت سنجیده شود. آغاز روند توزیع بسته های کمکی برای آموزگاران شهر کابل از سوی یک نهاد مددرسان. قرار است در فرجام این روند برای بیش از 400 آموزگار و کارمندان مکتب‌های پایتخت کشور بسته‌های مواد خاربار توزیع شود. مسئولان این نهاد امدادرسان می‌گویند که برای هر آموزگار یک بوری آرد و 5 لیتر روغن در نظر گرفته شده و به زودی این روند را در سایر ولایت‌ها نیز آغاز می‌کنند. این اولین شروع کار ما است و افتتاح کار ما است که ما در همکاری با یکی از پانتون‌های چین خواستیم این کمک ها را به افغانستان و خصوصا به معارف افغانستان بر معلمین و ملازمین توزیع بکنیم که خوشبختانه شامل 350 نفر میشه و این بسته های مواد غذایی شامل یک بوجی آرد و یک بوتل روغن است که در 2 روز ادامه پیدا خواهد داشت. آموزگاران اما میگویند که این کمک ها برای کوتاه مدت تا حد چالش های اقتصادی آنان را برطرف می کند، اما برای دراز مدت کارساز نیست. رسانه و از این طریق وسیله رساندن صدای مردم افغانستان از همه جهان خصوصا از همسایه ها ما می طلبیم که مردم افغانستان کمک کنند، خصوصا مردم که درس تعلیم کار میکنه. به امی به 15 روز من میشه، چرا که من 10 نفر فامیل نانخور اولادات شدار هستم. ماشه که ما کمتر از به حساب ماشه که ما 6000 الا 8000 است. با این حال آگاهان معتقدند که تنها راه بیرون رفت از این چالش ها بلند بردن معاشات آموزگاران و پرداخت به موقع آن از سوی حکومت است. با در نظر داشت این مسئله که معاش معلمان همچنان ثابت هست، افزایش پیدا نکرده و قیمت مواد ارتزاقی افزایش پیدا کرده، باید معاشات هم افزایش پیدا کنه چون تورم به وجود آمده. اما کمک ناچیزی که از جانب کشورها صورت میگیره برای معلم برای معلمی درمان بلند مدت نیست، برای چند روزی مثلا حالا برای عبور کردن از این زمستان سرد ممکن است یک درمان باشه، اما راهکار بلند مدت نمیدانه باشه. این در حال است که با تحولات تأخیر سیاسی نظام آموزشی کشور نیز با مشکلات زیاد روبرو شد. از بسته ماندن مکتب ها تا به تأخیر پرداخت شدن معاشات آموزگاران. ادامه مهمترین ها و عالم چند خبر کوتاه از جهان. اوکراین خواستار تحریم جهانی نفت روسیه شده است. وزیر امور خارجه اوکراین از کشورهای جهان خواسته است تا خرید نفت خام روسیه را توقف دهند.
دیمیترو کولبا وزیر امور خارجه اوکراین در حساب تویترش نگاشته که من از جهان میخواهم که روسیه را کاملا منزوی کنید، نفت را تحریم کنید، سفرا را اخراج کنید، اقتصاد آن را از بین ببرید و جنایتکاران جنگی روسیه را متوقف کنید. اما تا کنون تحریم های غرب از هدف قرار دادن بخش انرژی روسیه اجتناب کرده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین همچنان در تازه ترین ویدیوی منتشر شده اش گفته که نیروهای نظامی کشورش طرح روسیه برای دستگیری او و گماشتن یک رهبر وابسته را متوقف کردند. او همچنان از مردم روسیه خواسته تا به ولادیمیر پوتین فشار بیاورند که تهاجم را متوقف کند. آقای زلنسکی گفته که ما برنامه آنها برای جایگزینی رهبر کشور را شکست دادیم. او گفته که نیروهای اوکراینی کنترل کیف و شهرهای اصلی اطراف آن را در دست دارند. به گفته او کشورش حق عضویت در اتحادیه اروپا را به دست آورده است. اوکراین در حال حاضر عضو اتحادیه اروپا نیست، اما در قانون اساسی ابراز امیدواری کرده که به این اتحادیه بپیوندد. ادامه مهمترین ها و در مهمترین های ورزش امروز، از ادامه رقابت های لیگ بزکشی در کابل همچنان از بازی های فوتبالی در سه لیگ معتبر فوتبال هم خواهیم گفت. جزئیات بیشتر این همه در این بسته. در ادامه رقابت های لیگ بزکشی تیم بغلان نورستان را شکست داد. در یکی از بازی های امروز چاپندازان بغلان با حساب 11-1 نورستان را شکست دادند. سومین دور رقابت های لیگ بزکشی با حضور 16 ولایت و میزبانی کابل راندازی شده است. رقابت های هفته 26 فوتبال لالیگای اسپانیا شب گذشته با برگزاری یک بازی آغاز شد. در این بازی لوانته با 3 گل برابر الچه به پیروزی رسید. در ادامه بازی های این هفته امشب ریال مادرید رایو وایکانو را در پیش دارد و اتلتیک مادرید و مساف سلتاویگو وارد زمین خواهد شد. در جدول رده‌بندی این لیگ ریال مادرید با 57 امتیاز صدر نشین است. بازی های هفته 24 فوتبال بوندسلیگای آلمان هم با برگزاری یک بازی آغاز شد. در این بازی هافنهایم با حساب 2-1 اشتوتگارت را شکست داد. در ادامه بازی های این هفته هم شب در یک بازی مهم بایرن مونیخ بیرون از خانه انتراخت فرانکفورت را در پیش دارد. در جدول این لیگ هم بایرن مونیخ با 55 امتیاز در صدر قرار دارد. لیگ برتر فوتبال انگلستان هم با برگزاری یک بازی آغاز شد و امشب هم با 6 بازی پیگیری خواهد شد. ساوت همتون در ورزشگاه خانگی خود با 2 گل نوریچ سیتی را شکست داد. در ادامه بازی های این لیگ امشب منچستر سیتی اورتون را در پیش دارد. در جدول این لیگ منچستر سیتی با 63 امتیاز ردی نخست لیگ را در اختیار دارد. حال هم از وضعیت آب و هوای فردای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان و همچنان نرخ ارزها در بازار امروز کابل بدانید. ممنون که تا حالا بیننده مهمترین ها از یک بودید. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.